پایان عمیانان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. کنفرانس سران کشورهای غیر متحد رسما از امروز پنجشنبه در تهران آغاز شد. در دو سه روز گذشته عمیانان گرامی، دو روزش صرف برگزاری کنفرانس وزیران خارجه و نمایندگان وزارت خارجه به اصطلاح 120 کشور شد تا مقدمات کنفرانس سران رو که از امروز صبح در تهران تشکیل شد انجام بده. جمهوری اسلامی سعی کرده در داخل اینطور تفهیم بکنه که یکی از بزرگترین کنفرانس هایی که در طول تاریخ ایران تشکیل شده، تشکیل کنفرانس غیر متحد ها در تهرانه. اطلاع دارید که 5 روز در تهران رسماً تعطیل عمومیه، نه در تهران، در همه ایران، و غیر رسمی حدود 7-8 روز طول کشیده این جریان، بعضی ها میگن 15 روز. اینی که چه مقدار خسارت به اقتصاد مملکت میخوره و به بازار و اینا اصلا یه مسئله دیگری. اینی که 110 هزار نفر ماموران امنیتی فقط از ناجا و نمیدونم بسیج و اینا آمدن، بعد سپاه پاسداران و از راه هوا و زمین و 3-4 تور بزرگ اطراف تهران و چند استان کشتن، اینا هم به کنار. اینی که چند میلیارد تومان و دلار خرج برگزاری این کنفرانس شده، اینم به کنار. اما مسئله اصلی اینه که جمهوری اسلامی توقع داشت حداقل 80 در درجه اول 80 نفر از رهبران همین کنفرانس غیر متحد ها رو در تهران جمع کنه که موفق نشد. بعد گفتن 45 نفر که اونم موفق نشد. بعد معلوم شد به اندازه کمتر از انگشتان دست رهبران به اصطلاح درجه اول کنفرانس شرکت بیشتر نکردن، که شاخصای اونا عبارت است از آقای مرسی که 3 ساعت فقط در تهران بود یا 4 ساعت، نخست وزیر هند، رئیس کشوری که تا به حال 3 سال ریاست کنفرانس غیر متحدها رو بر عهده داشت، و در این سخنرانی کوتاه خودش سمت ریاست کنفرانس غیر متحدها رو سپرد به دست آقای احمدی نژاد. مرسی شدیداً سیاست سرکوب وحشیانه حافظ اسد در سوریه رو محکوم کرد. آقای مرسی در این سخنرانی گفت مصر بعد از خیزش مردم تونس که در اثر خودسوزی یک دانشجوی تونسی به وجود اومد، فقط یک مدت کمی انقلاب خودش رو بر علیه حکومت حسنی مبارک شروع کرد و به نتیجه رسید، و الان در این خیزش بزرگ بهار عربی مردم مصر موفق شدند یک کشور دموکراتیک، یک حکومت مورد تایید مردم به وجود بیارن، و به خاطر همینه که مردم مصر انتظار دارن در دنباله بهار عربی زمامداران سوریه دست از عناد با مردم خودشون بردارن و به خونریزی و کشتار در این کشور پایان بدن و حکومت مورد درخواست مردم سوریه در اونجا مستقر بشه. اما این جالبه عمیانان گرامی، بعد از سخنرانی آقای مرسی، یعنی همون موقعی که ایشون داشت سخنرانی میکرد، پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی سخنان رو درست به انگلیسی پخش میکرد، ترجمه شو. اما هم رادیو
رادیوی جمهوری اسلامی، هم تلویزیون های جمهوری اسلامی که به طور مستقیم سخنرانی آقای مرسی رو پخش میکردن، در ترجمه کاملا برعکس نظرات آقای مرسی رو ابراز کردن. یادتونه عمیانان گرامی، زمانی که آقای مرسی هنوز رسما رئیس جمهور نشده بود در مصر، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران یک مصاحبه قلابی با ایشون تشکیل داد و درست نظرات عکس سیاست آقای مرسی که تا اون موقع اعلام کرده بود در این مصاحبه قلابی که اصلا انجام نشده بود گذاشت تو دهن آقای مرسی. و بعد مرسی شکایت کرد، نمیدونم سخنگوش تکذیب کرد اینا، خبرگزاری فارس گفت نخه این مصاحبه انجام شده با وقاحت. حالا درست همینطور نکاتی که در این مصاحبه از قول آقای مرسی گفتن بسیار جالبه. من براتون متن خبری رو که بی بی سی منتشر کرده میخونم. میگه پس از سخنرانی آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور مصر، آقای مرسی که کشورش ریاست دوره‌ای جنبش را طی 3 سال گذشته در دست داشت، در سخنانی دیدگاه‌های خود را در مورد مسائل مختلف از جمله حرکت اعتراضی جاری در سوریه تشریح کرد. آقای مرسی در سخنان خود با توصیف حرکت اعتراضی در سوریه به عنوان بخشی از قیام موسوم به بهار عربی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، حکومت سوریه را به شدت مورد انتقاد قرار داد و از مخالفان حکومت آن کشور حمایت کرد. در حالی که نشست افتتاحیه اجلاس سران به طور مستقیم از شبکه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می‌شد، ترجمه سخنان رئیس جمهوری مصر علیه حکومت سوریه در برخی از شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی دولتی ایران به شکلی کاملا متفاوت با متن اصلی پخش شد. آقای مرسی در دقیقه 22 سخنرانی خود پس از اظهار نظر در مورد وضعیت فلسطینی‌ها گفت: خانوم ها، آقایان، همبستگی ما با مبارزات مردم عزیز سوریه علیه رژیم سرکوبگر که مشروعیت خود را از دست داده به همان اندازه که یک ضرورت سیاسی و استراتژیک است، یک وظیفه اخلاقی نیز محسوب می شود. این حمایت از اعتقاد ما به آینده سوریه به عنوان کشوری آزاد و سربلند منشأ می گیرد. همه ما باید حمایت کامل و نه نسبی خود را از مبارزه طلبان آزادی و عدالت در سوریه اعلام کنیم. همدلی ما باید به رویکردی سیاسی تبدیل شود که حامی گذار مسالمت آمیز به یک نظام حکومتی دموکراتیک و منعکس کننده مطالبات مردم سوریه در زمینه دستیابی به آزادی، عدالت و برابری باشد. شبکه تلویزیونی عربی زبان العالم متعلق به دولت ایران که سخنرانی آقای مرسی را به زبان عربی به طور مستقیم پخش میکرد، بدون قطع برنامه به پخش این قسمت از سخنرانی پرداخت. در مقابل شبکه اول تلویزیون دولت ایران که برنامه های جلسه افتتاحیه را به طور مستقیم پوشش میداد، این قسمت از سخنان رئیس جمهوری مصر را به شکلی کاملا متفاوت از متن اصلی ترجمه کرد. در ترجمه اظهارات آقای مرسی در شبکه اول آمده: برادران و خواهران عزیز، مسئله همبستگی ما با ملت سوریه علیه توطئه‌ای که بر ضد آن کشور جریان دارد نباید فراموش شود. این یک وظیفه اخلاقی و وظیفه سیاسی و راهبردی است. عمیانان گرامی، اصلا حیرت آوره که شما متن سخنرانی رسمی یک رئیس جمهور رو که دعوت کردید به یک کنفرانس بین‌المللی و ایشون اومده داره در مورد سوریه به این واضحی اظهار نظر میکنه، شما کاملا نظرشو برعکس جلوه بدید و این رو یه توطئه بین‌المللی بر علیه دولت سوریه بدونید. و این جالبه، آقای رئیس روزخانه‌ها کنفرانس رو افتتاح کرد. حالا چطور یه آدمی که سمت رسمی نداره در یک کشوری عنوان رهبر یعنی چی؟ تمام کسانی که شما دعوت کردید در این کنفرانس قلابی
همه یار منتخب مردمشون باید باشن، حداقل که نیستن اکثرشون، و یا به عنوان نخست وزیر، رئیس جمهور، نمیدونم وزیر خارجه شرکت میکنن. آقای خامنه ای نه سمت رسمی داره نه منتخب کسیه که اومده در اونجا سخنرانی کرده و سیاست‌های جمهوری اسلامی رو تشریح کرده در مورد مسائل اتمی، در مورد سازمان ملل متحد که این سازمان یک روش دیکتاتوری در شورای امنیت داره. اصلا این چیزا مربوط به یه رهبر نیست که منتخب مردم نیست. حالا اینا رو میگذاریم ازش، ولی این حیرت آوره که یک رئیس جمهوری که منتخب مردم مصر آمده در ایران در جلسه افتتاحیه این کنفرانس داره سخنرانی میکنه، سخنرانیشو بردارید شما عوض کنید. اما همینان گرامی، تعجب آور نیست. اینا سعی کردن نشون بدن همونطور که گفتم این کنفرانس یک کنفرانس بزرگ که در منطقه سابقه نداره. اولا که شما اگر مطبوعات جهان رو نگاه کنید و خبرگزاری جهان، این برگزاری کنفرانس غیر متحدها یک خبر بسیار کوچک، اونم در لابلای روزنامه است، برعکس کیهان و نشریات دولتی در ایران که نوشتن برگزاری این کنفرانس بزرگ در ایران تیتر اول خبرهای رادیوها و تلویزیونها و رسانه‌های گروهی جهان بود. اصلا همچی خبری نبوده، برای اینکه این کنفرانس اونطوری که مد نظر رهبران اصلیش بود، شما میدونید که در سال 1950 نهرو، عبدالناصر، قوام نکرومه، به اصطلاح رئیس جمهور اندونزی، اینها آمدن کنفرانس غیر متعهدها رو رسمیت بهش بخشیدن، دکتر سوکارنو. و اون زمان در برابر اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق و ایالات متحده آمریکا و بلوک غرب، مسئله کشورهای غیر متعهد یه حرکت درست و صحیح بود و این کشورها میخواستن نشون بدن، و تیتو البته رئیس جمهور یوگوسلاوی میخواستن نشون بدن که در برابر این دوتا قول چپ و راست یه کشورهای بیطرفی هم هستن که فکر منافع خودشون هستن. ولی الان در برنامه دیشب هم گفتم، الان که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وجود نداره و آمریکا هم تازه قدر قدرت اصلی نیست، چرا؟ برای اینکه هند، برزیل، خیلی از کشورها، چین، اینا توانستن خودشون رو بکشن بالا در سطح کشورهای بزرگ اقتصادی جهان در بیان. بنابراین این کنفرانس دیگه اون معنا و مفهوم اصلی خودشو از دست داده. اما گفتم براتون تعداد رؤسای کشورهای مهم که قرار بود رهبرانشون بیاد از تعداد انگشتان تجاوز نمی‌کنه. کشورهایی که حالا رهبرانشون آمدن براتون میخونم. خبر آنلاین می‌نویسه که کشورهای بی اهمیتی چون اوگاندا، بورکینا فاسو، بوتان، تیمور شرقی، جیبوتی، سوازیلند، سورینام، کنگو، گینه بیساو، لسوتو، گابون، بنین، زیمبابوه از جمله این کشورهایی هستن که رؤسای جمهور خودشون رو فرستادن. اونم نه تعدادشون مثلا 5 نفر، 6 نفر، 8 نفر، هر کدوم اینا 50 نفر. برای اینه که همیهنان گرامی، بالای 50 نفر، البته 50 نفر حداقله، برای اینه که 120 کشور 7000 نفر همراه آوردن. حیرت آور نیست به نظر شما؟ 120 کشور 7000 نفر همراه آوردن. فقط هند یه چیز حدود 250 نفر عضو هیئت اعزام میشه. بقیه اینا گفتن آقای خانی گسترده است، باید بریم لذت ببریم دیگه، اینا هم که حالیشو نیست، ما باید بریم اونجا بشینیم قشنگ بخوریم و کادو بگیریم. و اینطوری اوضاع در ایران، 7000 نفر رو دعوت کردن، 5 روز مملکت رو تعطیل کردن،
110,000 نیروی امنیتی گذاشتن. و این جالبه، تو خیابونا تا به حال دیده بودی دخترها رو میزدن، کتک میزدن، میدختن توی ون میبردن، شلاق میزدن، جریمه میکردن به خاطر اینکه موهاتون بیرونه. حالا به همین خانباجی های تو خیابان مامورین انتظامیشون گل دادن، به زنها گل میدن. یعنی سیاست یک بام و چند هوای جمهوری اسلامی دیگه. همینان گرامی به مردم پول دادن که از تهران بریم بیرون، بنزین اضافه دادن برای اینکه از تهران برن بیرون. و نتیجه این که یک کنفرانس تشکیل شده، فقط حدود 8-9 نفر. ببینید برای اینا چقدر مهم بوده حضور نخست وزیر هند، که بارها و بارها راجع به حضور پر از اهمیت نخست وزیر هند صحبت کرد. تنها چهره خیلی درخشان تو اینا نخست وزیر هنده، بقیه نیومدن. گفتم براتون ملک عبدالله نیومد، در حالی که آقای احمدی نژاد بلند شد رفت اونجا دستبوسی، نیومد. حاکم کویت نیومد، رئیس جمهوری چین نیومد، رئیس جمهوری ترکیه نیومد، رئیس جمهوری روسیه نیومد. بسیاری از اینا نیومدن اصلا. حتی ترکیه وزیر خارجش هم نفرستاد، برای اینکه گفت ما نمیخوایم در این کنفرانس اینجوری شرکت. سوریه نیامد، فقط مصر آمد، اونم فقط به خاطر اینکه آقای مرسی 4 ساعت آمد تحویل بده ریاست غیر متحدها رو به احمدی نژاد، و بلافاصله بعد از سخنرانیش هم رفت. اما این جالبه، وزارت ارشاد برداشته یه بیانیه فوق محرمانه صادر کرده برای رسانه‌های گروهی، روزنامه‌ها، که شما در مدت برگزاری کنفرانس به هیچ وجه اجازه ندارید در مورد قتل و غارت در تهران یا همه مملکت در مورد کنفرانس به اظهار نظر منفی پرداختن، در مورد مسائل هسته‌ای به طور منفی نوشتن، در مورد نمیدونم عکس العمل مردم، این مسائل مطلقا چیز بنویسید. فقط باید از اهمیت برگزاری این کنفرانس صحبت کنیم. من بارها همیهنان گرامی گفتم از یه عده روزخان و یه عده آدم ضد آزادی که در طول تاریخ ما بوده، شما نگاه کنید از دوره صفویه قبل از اونم میتونه همینطور بیای جلو. ببینید اینا همیشه ملاها و آخوندها، حالا زمان صفویه که دیگه شیعه رسمی شد، شما ببینید هیچ وقت سابقه نداره این علمای دین با مدرنیته، با پیشرفت، با مدارس، با مدارس عالی اصلا موافقت داشته باشن، با آزادی. بنابراین شما وقتی که با یک همچین گروهی سرکار دارید و اینا حاکم باشن بر یه مملکت، شما میخواید در اون مملکت آزادی وجود داشته باشه، شما میخواید در اون مملکت مطبوعات نقشی داشته باشن، شما میخواید در اون مملکت یک آدمی مثل آقای مرسی بیاد سخنرانی کنه در یک جلسه رسمی، یک رئیس جمهور منتخب حرفاشو عیناً ترجمه کنه. بی‌نظیر این کارا در دنیا، همچی چیزی در هیچ کجای دنیا پیدا نمی‌کنید که سخنرانی یه منتخب یه ملتی رو، حالا به هر دلیل منتخب مردم مصر، آمده در یه کنفرانس رسمی که خود اینا تشکیل دادن سخنرانی کنه، ولی متن سخنرانیشو عوض کنه. اون میگه حکومت خونریز در سوریه، اینا ترجمه میکنن حکومت که مورد هجوم خارجی قرار گرفت. او میگه بهار عربی، اینا میگن جنبش اسلامی. او اصلا اسم بحرین رو نمیاره، ولی اینا توی سخنرانیش اسم بحرین نمیذارن. حالا در میاد اینا همینان گرام، برای اینا مهم نیست.
برای اینا مهم نیست که الان که دارن این حرفا رو میزنن چه عواقبی داره. براشون مهم اینه که خیال میکنن در اون زمان دارن زرنگی میکنن. الان مطبوعات تهرانی که میخونید میبینید راجع به یک توطئه عظیم در آمریکا که قرار بوده یه عده از سربازان آقای باراک اوباما رو بکشن و قرار بوده یه کودتا انجام بدن پرتون نشریات ایران. ولی این ور قضیه نگاه کنید اصلا چه خبری نیست. این سیاست جمهوری اسلامیه. اما این جالبه همیهنانی گرامی راجع به آقای بانکیمون کلی تبلیغات کردن. آقای بانکیمون رفته گفتم براتون راجع به نقض حقوق بشر صحبت کرده و گفته این روش اصلا روش نقض حقوق بشر در ایران محکومه، چه با رئیس روزخانها و چه بقیه. بعد اینایی که گفتم در برنامه دیشبم ارزه مدیریت یه زلزله شیشتری رو ندارن، دوباره امروز در سخنرانی رهبر و احمدی نژاد رهبر روزخانها و چرخ پنجم درشکه اینا ابراز کردن که ما باید در مدیریت جهانی شرکت بکنیم. کدوم مدیریت؟ شما هنوز مناطق جنگ زده ایران رو با همون حالت گذاشتید؟ خرمشهر، آبادان، قصر شیرین در غرب، اونا در جنوب. شما هنوز بم رو نتونستید 50%ش آباد کنید، ولی البته در لبنان کردیدید کارو. در عراق که 1,000,000,000,000 به مملکت ما خسارت زدن کردین این کارو. اما شما میست که با مردم ما قهرید. اما جالب همیهنانی گرامی اینه که در تمام مدتی که کنفرانس برگزار شده بود تا همین امروز صبح که کنفرانس سران تشکیل شد اسم رهبرانی که قرار شرکت کنن نمی گفتن و وقتی که سوال می کردن ازشون گفته بودن که این استکبار جهانی سعی می کنه که ما اگر اسم رهبرانو ببریم به اونا فشار بیاره و نظر اونا شرکت بکنن. برای این اعلام نمی کنی. اما اینی که آقای رئیس روزخانها در این کنفرانس چه چیزایی گفته و اینا، این مسئله نیست که عمیانان گرامی دیگه قابل بحث و بررسی باشه، چون به اندازه کافی ما در مورد این سیاست‌های جمهوری اسلامی شنیدیم از این دوستان و میدونیم که نظراتشون چیه. اما عمیانان گرامی این جالبه که در زمانی که این کنفرانس برگزار شد یکی از شیرینکاری های این رژیم این بود که تمام آدم های بی خانمان و آدم های فقیر رو از گوش و کنار خیابان های تهران جمع آوری کردن، بردن یه نقطه که معلوم نیست کجاست و در اون نقطه معلوم نیست چه بلای سر اینا در بعد از کنفرانس خواهند آورد. این حرکت کثیف و زشت اینا برای که تهران رو یک امولغرای بزرگ اسلام نشون بدن که همه چیز درسته، اتومبیل کمه، هواش خوبه، وقتی تهران خالی میخواستن بکنن اینه دیگه. و نه فقیری وجود نداره، بزرگ راهای زیاد هست، نمیدونم جنگل اطرافش هست، یک شهر نمونه به میهمانان نشون بدن. اینا رو جمع کردن و از خیابانهای تهران بردن. شهرداری یکی از افتخاراتش اینی که دست به این اقدام بزرگ زد. وبسایت خبری کلمه نوشته که 12 زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین به این جریان اعتراض شدید کردن. کسانی که این اعلامیه رو امضا کردند اسامیشون در سایت کلمه منتشر شده. عمیانان گرامی آقایان رضا شهابی، رضا انصاری راد، فریدون سیدی راد، سعید متینپور، مصطفی نیلی، مهدی خدایی و سعید جلالیفر به اضافه کسانی که
خدمتون دوباره میخونم اسامی اولیشون: عبدالفتاح سلطانی، فریبرز رئیس‌دانا، سیامک قادری، محمد داوری و محمد سیف‌زاده. اینا در از داخل زندان بند 350 اوین این اعلامیه رو نوشتن و به جمهوری اسلامی اعتراض کردن که شما با این بازی ها و این نمایشات نمیتونید لاپوشانی کنید که اکثر این کسانی که بی خانمانن، فقیرن و کارتون خوابن در اثر سیاست های خانمان برانداز شماها به این روز افتادن. حالا شما اینا رو به عنوان عناصر نامطلوب از صحنه شهر محوشون میکنید. حالا چه بلایی سر اینا بعدم میارید معلوم نیست. اما همیهنان گرامی، در برنامه امروز من گفتگو میکنم با آقای دکتر مسعود نقره‌کار راجع به برگزاری همین کنفرانس و نتایج اون و اینکه زمان تشکیل این کنفرانس چه زمانی است. دکتر نقره‌کار عزیز، درود بر شما. درود بر شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. دکتر نقره‌کار، نظرتون می‌خواستم راجع به برگزاری این کنفرانس مسخره‌ای که حتی ظواهر امرش رو اینا حفظ نکردن. میدونید که آقای مرسی امروز صبح در ابتدای سخنرانی، به اصطلاح ابتدای تشکیل کنفرانس، چون رئیس غیر متعهدها تا به حال مس بود و این سمت رو باید ایشون شرکت میکرد، تحویل آقای احمدی نژاد میداد، یک سخنرانی کرد و در این سخنرانیش اگر شنیده باشید من گفتم شدیداً به سیاست‌های حافظ اسد، سیاست‌های سرکوبگرانه و جنایتکارانش حمله کرد. و این جالبه که جمهوری اسلامی در ترجمه این سخنرانی هم حق بازی کرده، درست برعکس نوشته. اصولا نظرتون نسبت به این کنفرانس و وقایعی که درش اتفاق افتاده و اون این که در آستانه کشتارهای سال 67 هم هست، می‌خواستم ازتون سوال کنم. بله، ببینید، آنچه که با سخنرانی آقای مصری اینا کردن در واقع مسئله جدیدی نیست. جمهوری اسلامی در این رابطه به هر حال تبحر خاصی داره. منتها به گمان من این 16مین اجلاس جنبش عدم تعهد یکی دو ویژگی خاص داره که من مایل هستم که یک مکس روی اونها بکنم که نسبت با اجلاس های قبلیش تا حدودی میشه گفت متفاوت هست. یکی از ویژگی هایی که این اجلاس داره این هستش که حتی در حاشیه هم اگر در نظر بگیریم، مسئله طرح حقوق بشر و آنچه که در رابطه با به هر حال نقض حقوق بشر در ایران مطرح هست عنوان شده که به گمان من این بسیار پر اهمیته. البته میدونید آقای باکیمون تو صحبتهایی که داشتن به این نکات اشاره کردن، ولی خب خبرگزاری ها و رسانه های حکومتی همونطور که در مورد به هر حال رئیس جمهور مصر این کارو کردن، در مورد گفتهایشون هم همین کارو کردن، ولی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران ایشون هم با خامنه‌ای و با احمدی نژاد و دیگران به هر حال صحبت کردن و اشاراتی داشتن و این به گمان من بسیار پر اهمیت است و مثبت. خب این رو باید در رابطه با فشارها و خواستهای اپوزیسیون قبل از رفتن باکیمون به ایران هم در نظر گرفت. میدونید که خب واقعا خیلی تو این رابطه در خارج کشور تلاش شد که ایشون که میره اونجا مسئله حقوق بشر رو و نقض حقوق بشر در ایران رو مطرح کنه. هیچگاه یا اگر هم بوده به ندرت در رابطه با اجلاس های این جنبش مسئله حقوق بشر طرح نبوده و بسیار کمرنگ همیشه مطرح می شده. برای اینکه بهتر می دونید که اکثر کشورهایی که عضو همین جنبش عدم تعهد هستن، کشورهایی هستن که ناقض حقوق بشر در کشورهای خودشون هستن و اینها اصلا پدیده حقوق بشر رو اکثر این کشورهای پدیده بورژوازی یا امپریالیستی قلمداد می کنن و اصلا به اون نمی پرداختن.
و شما اگر نگاه بکنید در قطعنامه های اکثر اجلاس های این جنبش به اشاره به مسئله حقوق بشر در همین کشورها و نقض اونا اصلا نشده. این به هر حال این یکی از ویژگی های این اجلاس در تهران است. عرض کردم اگرچه در حاشیه و بسیار ضعیف، ولی به هر حال مطرح شدنش به گمان من اهمیت داشته. و خب ما هم یعنی در واقع اپوزیسیون چه در خارج و چه در داخل، تا موقعی که این اجلاس برپا هست واقعا باید روی مسئله حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران، چه به مسئله زندانی ها، چه کلن مسئله آزادی های فردی اجتماعی و به طور کلی مجموعه آزادی ها پافشاری بکنیم و اونو مطرح بکنیم که خب پاشنه آشیل حکومت اسلامی است. و همونطور که من اشاره کردم واقعا جنبش عدم تعهد از اون موقع که شکل گرفت، چون میدونید که در واقع شرایط شکل گیریش و خواستاشون و معمولا به مسئله حقوق بشر به هیچ وجه توجه نمیشد و خواستای این جنبش بیشتر همون بحثای مثل احترام به تمامیت ارضی و عدم تجاوز و همزیستی و عدم دخالت در اون مقوله ها بود، اصلا به این مسئله پرداخته نمیشد. تنها فکر کنم سال 1998 در دوربان اونجا دیگه یه بحثایی مثل مبارزه با تروریسم و یا تبعیض نژادی و نژادپرستی هم مطرح شد. به هیچ وجه مسئله حقوق بشر تر نبود و اگرم بود به این شکلی که الان ما در تهران میبینیم مطرح شده، خب این مطرح نبودش. این یکی از ویژگی‌هایی است که به گمان من حائز اهمیت است. خب یه ویژگی دیگه‌ای هم که این جنبش داره و ما الان شاهدش هستیم در تهران، واقعا چهره عوض کرده این جنبش، یعنی جنبشی که خب تیتو یا نکرومه یا عبدالناصر سوکارنو و اینها یا نهرو پایگزاراش بودن و شخصیتاش، امروز میبینیم که نمیدونم امیر قطر یا پادشاه عربستان یا کسانی که واقعا به هیچ وجه با اون فلسفه پاگیری چنین جنبشی خانایی نداره رفتارشون، الان اینا چهره‌های شاخص این جنبش شدن که خب این تغییر هم در واقع میشه خیلی محسوس است. ولی به هر حال به گمان من اون چیزی که اهمیت داره بحث حقوق بشر هست که در حاشیه مطرح شده. نکته هم که شما اشاره کردید واقعیتش اینه که این اجلاس موقعی در تهران برگزار میشه که درست مصادف هست با سالگشت یک کشتار بزرگ در سرزمین ما، یه نسل کشی بزرگ به ویژه در شهریور ماه، البته در مرداد آغاز شد و در شهریور ماه هم ادامه پیدا کرد و خب به این مثلا به هیچ وجه تا الان در تهران مطرح نشده. و خب من امیدوارم این مجموعه خبرنگارهایی که اونجا هستن یا خبرگزاریهایی که هستن لااقل از کشورهای خارج به نوعی این مسئله رو هم مطرح بکنن که خب این نسل کشی که مصادف از سالگشتش با برگزاری این جنبش برها جایگاهش کجاست و اصلا مسئله چه بوده و روی این موضوع هم بهش پرداخته بشه. آقای دکتر نورکار عزیز، من سوالم از شما اینه که چرا جمهوری اسلامی سعی کرده که این کنفرانس نیم بند رو که اینا از 120 کشوری که دعوت کردن، اطلاع دارید که 120 کشورن و این 120 کشور 7000 نفر برای اینا تخت و یعنی گفته رسمی سخنگوی برگزاری این کنفرانس هست که 7000 نفر در این کنفرانس در این اجلاس شرکت میکنن همراهان. بله. چرا اینا سعی میکنن که اینطوری بقبولونن که این بزرگترین کنفرانس در طول تاریخ ایران بوده که در ایران برگزار میشه و از طرفی مورد توجه شدید محافل بین‌المللی، در حالی که ما که در خارج هستیم میدونیم که اصلا این برگزاری این کنفرانس در تهران اونطوری که جمهوری اسلامی داره تبلیغ میکنه در خارج منعکس نشده، در خارج از ایران. بله. و کسی اهمیت چندانی به این کنفرانس داره. شما به درستی اشاره کردید که در سال 1950 که این کنفرانس به وسیله تیتو و عبدالناصر و نمیدونم قوام نکرومه و سوکارنو تشکیل شد، قصد اونا این بود که در بین دو تا غول بزرگ اون زمان یک سیاست بی‌طرفی بگیرن
ولی الان این کنفرانس اصلا اون مفهوم کلیش از دست داده. کشورهایی مثل چین و نمیدونم بنین و نمیدونم زیمبابوه و اینا اصلا اینا کشورهای بیطرف نیستن. تازه اگرم بیطرف باشن به قول شما تنها کاری که نمیکنن حفظ حقوق بشره. بنابراین چرا جمهوری اسلامی اینقدر اصرار داره که این کنفرانس یکی از بزرگترین کنفرانس هایی که در جهان اصولا تشکیل شده بعد از مجمع عمومی سازمان ملل متحد بقبولونه به مردم؟ ببینید حکومت اسلامی توی این 33 سال بارها نشون داده هر موقع دوچار بحران میشه یک برحال فیلی هوا میکنه و یک در واقع نمایش بزرگی رو و یا یه اقدامی میکنه که جنجال برانگیز و به هر حال همونطور که گفتم یه حالت فیلوا کردن باشه و ما اینو تو این 33 سال بارها شاهدش بودیم و این هم الان این بزرگ نمایی برای همچین کنفرانسی که واقعا اصلا فلسفه وجودیش مدتی هست زیر سواله. برای اینکه اصلا شکل‌گیری این جنبش همونطوری که شما گفتید برای این بود که در واقع به دو قطبی که اون موقع جهان دو قطبی بود عدم وابستگی نشون بدن و یه سری نکات دیگه‌ای که من بهش اشاره کردم. الان اصلا فلسفه وجودیش زیر سوال هست. متأ خب اینا اومدن گفتن یه مجموعه از کشورهای در حال توسعه جمع میشن و خب یه سری مسائل رو مطرح میکنن و یک سری ارتباطات رو هم برقرار میکنن. متأ اینکه جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی این طور بزرگ نمایی میکنه و این طور شلوغش کرده در واقع نشون دهنده به گمان من بحرانیه که خود حکومت اسلامی باش مواجه است. یعنی حکومت اسلامی از این جنبش از این برگزاری این اجلاس در واقع هم میخواد مسئله تحریم ها رو که بهش فشار آورده و واقعیتش تأثیر گذاشته روش یه مقداری این مسئله رو دور بزنه، یه مقداری شاید بتونه از طریق همین اجلاس کاهش بده این فشاری که روش هست، اون مسئله برنامه هسته‌ای رو به نوعی بتونه به یه شکلی یه توجیهاتی براش پیدا بکنه و همینطور تا حدودی هم مسئله سوریه رو در واقع یکی از پشتیبانان این وضعیتی که حکومت سوریه پیش آورده خب حکومت جمهوری اسلامی است و مایل هستش که این مسئله رو اون شکلی که خودش میخواد حل بکنه. یعنی یک سری از این عوامل رو در نظر گرفته و با این هدف که البته خب خیلی اهمیت داره قطعنامه‌ای که صادر خواهد شد، جمهوری اسلامی بدون شک در این قطعنامه میخواد تمام اون خواستای خودش رو اعمال بکنه و خب باید دید چگونه پیش میره. منتها این مسائلی که من گفتم میخواد ضمن این که به اینا بپردازه وانمود هم بکنه که نه کشور به هر حال که هنوز کشور گل و بلبله، هیچ بحرانی با نداره و میبینید که از یک به هر حال اجلاس به این بزرگی چگونه میتونه پذیرایی بکنه هم از نظر امنیتی هم از نظر تدارکاتی و این رو میخواد نشون بده. منتها واقعیتش این هستش که اونهایی که فکر میکنن و آشنا هستن با ویژگی های حکومت میدونن که این همونطوری که گفتم یک نمایش هست و این نوع نمایش ها رو این حکومت 33 ساله هر از چند گاهی در واقع برپا کرده و سعی کرده که نشون بده که بحران نداره و مشکلی نداره که خب این غیر واقعی است. یکی از هدفاش به گمان من اینه و واقعا حکومت اسلامی تو این زمینه تخصص داره که چگونه بتونه در واقع بحرانهای خودشو به شکلهای مختلف منتقل کنه، فرافکنی بکنه به نوعی به اشکال مختلف و ظاهرا نشون بده که از اون فرار کرده از اون بحران و فاقد اون بحرانیست که وجود داره. دکتر نارکا برمیگردیم به مسئله کشتار سال 67. من بارها و بارها در این مورد با شما صحبت کرده بودیم در برنامه‌های مختلف و شما به این موضوع اشاره کرده بودید که در به خصوص چند سال گذشته فعالیت در مورد این کشتار و جنایتی که به دستور شخص خمینی انجام شد روز به روز داره بیشتر و بیشتر میشه. میخواستم نظر شما رو بپرسم که آیا در برنامه‌های از امسال به بعد، چون من شنیدم که داری اقدامات دیگه برخلاف سالهای قبل انجام میشه، یعنی برگزاری کنفرانس که در لندن شروع شد میتونه گسترش پیدا کنه در جاهای دیگه و منجر بشه به شکایت به دادگاه بین‌المللی لاهه در مورد کشتار
نسل‌کشی در ایران. میخواستم نظر شما رو بپرسم که در این مورد چه اطلاعاتی دارید در اختیار همیهنان ما قرار بدید. ببینید، در خارج کشور واقعیتش این است که تلاش هایی که شده و میشه تاثیرگذار بوده و همطور که ما شاهد هستیم، به هر حال نه فقط در روی افکار بین المللی، افکار عمومی در سطح بین المللی، حتی در داخل ایران با توجه به این امکانات ارتباطاتی که هستش، یک مقداری تاثیرگذاریش و اصلا اطلاع از خود ابعاد و وسعت فاجعه داره روزافزون میشه و زیاد شده. میدونید در داخل ایران واقعیتش این است که بخش اعظم مردم اصلا از این فاجعه اطلاع نداشتن یا اصلا ندارن. کاملا. تا جامعه روشنفکری و برخی از خانواده های قربانیان، یعنی مجموعه خانواده قربانیان و همینطور اپوزیسیون در خارج کشور، مردم اصلا بی اطلاع بودند و هستند که چه فاجعه‌ای رخ داده و چه فجایعی. بنابراین تلاش هایی که در خارج کشور شده رو این زمینه تاثیرگذار بوده و به گمان من داره نتیجه میده و میتونه محافل بین المللی و حقوقی رو هم کم کم داره آماده میکنه که این واقعیت رو بپذیرن که این یک مسئله پراهمیتی است و جنایت بزرگی رخ داده و جانیان میبایستی به هر حال محاکمه بشن. اون چه که اهمیت داره این هستش که هیچگاه در ایران مثل امسال در رسانه های حکومتی مسئله کشتار سال 67 مطرح نبود. امسال برای اولین بار حکومت اسلامی از خط قرمز و خط ممنوعی که خودش کشیده بود عبور کرده و اومده و مسئله کشتار 67 و همونجوری که من در مطلبی هم بهش پرداختم در خبرگزاری فارس و بسیاری از خبرگزاری‌های دیگه، یه شخصی به نام پیغمبری که مسئولیتی داده در سازمان‌های حقوق بشری حکومت اسلامی، اصلا مسئله رو اومده مطرح کرده. البته اون از زاویه خودش تلاش کرده توجیه کنه و مشروعیت بده به این جنایت، ولی هرگز اینها هیچگاه نمی‌اومدن مطرح کنن که یک همچین جنایتی اتفاق افتاده و بانیش هم آیت الله خمینی بوده. الان چنین چیزی در سطح رسانه‌های حکومتی و در داخل مطرحه و خود این نشان دهنده این هست که تلاش‌هایی که در خارج کشور شده، تلاش‌هایی که خانواده قربانیان کردن تاثیرگذار بوده و این تلاش‌ها به گمان من در خارج کشور به این سمت و سویی که مسئله دادخواهی هستش که خواستار محاکمه مسببان این جنایت هستن، به سمت و سوی داره میره که به گمان من بسیار مثبته و نتیجه خواهد داد و همه ما، هر کدوم از ما هم وظیفه داریم تو این رابطه کمک بکنیم و بتونیم یک اقلا منشأ اثر باشیم و تأثیر بذاریم. خیلی سپاسگزارم دکتر نورکار گرامی. تا هفته آینده که باز با هم در مورد مسائل دیگری صحبت کنیم. من هم از شما سپاسگزارم. خب همیهنان گرامی، آگاهی پیدا کردید که دولت آمریکا اخیراً دارایی‌های چند نفر از رهبران جمهوری اسلامی، چه نظامی و چه سیویل، رو بلوکه کرده، مصادره کرده و حق ورود اونها رو به آمریکا ممنوع کرده. یعنی حق نه، ورود اونها رو به آمریکا ممنوع کرده. در این مورد ابتدا سردار بزرگ قوچلی، دکتر حسن فیروزآبادی، رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ایران به اظهار نظر پرداخت و گفت ما اعتراض میکنیم به این روش آمریکا و بعد البته در چند وقت قبل اعلام کرد بود که من اصولا نه پولی در اونجا دارم و نه قصدی دارم با آمریکا برم و این کاری که آمریکا کرده یه کار بسیار پیش پا افتاد و از این رجزخانی ها. ولی بعد از یه مدتی شروع کرد عکس العمل نشون دادن و اعتراض کردن به اینکه به چه دلیل شما وادشتی این حرکت رو انجام دادید با آمریکایی. اما معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی سردار مسعود جزائری دیروز یه اظهار نظری کرده راجع به تصمیم کنگره آمریکا مبنی بر توقیف اموال همین چند نفری که نظامی هستند و به اصطلاح از افراد مؤثر رژیم جمهوری اسلامی است. منتها ایشون
اون رندی آخوندی رو در لباس سرداری نشون داده و گفته که دولت آمریکا و کنگره آمریکا ثروت‌های ایران رو مصادره و بلوکه کرده و اظهار نظر دیگه هم کرده، گفته اگر شده ممکنه الان آمریکا این ثروت‌ها رو برداره بلوکه بکنه، منظورش ثروت‌های خودشونه، چون اون مسئله مصادره اموال ایران که در همون اوایل انقلاب صورت گرفت، موقعی که اینا به اصطلاح دیپلمات‌های آمریکایی رو به گروگان گرفتن، گفته میتونن آمریکایی‌ها الان دست به این عمل بزنن، ولی در آینده ما حتی اگر شده به زور این پول‌ها رو پس می‌گیریم و جریمه این پول‌ها رو هم از آمریکا ولو به زور، دوباره تأکید می‌کنم، ازشون پس خواهیم گرفت. و گفته که اونها با این کارهاشون و با این تحریم‌ها نمیتونن مردم ما رو وادار به تسلیم در برابر مطامع استکباری خودشون بکنن. اینم مطلب آخری بود که در برنامه امروز هم یعنی گرامی بهش اشاره کردم. سپاسگزارم که به برنامه امروز من توجه کردید. تا برنامه آینده، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.